ایرج گرگین در سال 1313 در طول یک سفر در اصفهان به دنیا می آید. پدر او در اداره گمرک کار می کند و به خاطر مأموریت‌های شغلی پدر سالهای کودکی ایرج به سفر از شهری به شهر دیگر می گذرد. در رش 5 سال و نیم من بود رفتم در واقع مدرسه و در مدرسه بدریه تهران قبل این دوله هم موقع مثل کلاس دوم اونجا بودم، کلاس سوم باز تهران بودم، کلاس چهارم در اصفهان بودم و باز کلاس پنجم و ششم در کرمان بودیم. پدر من مأموریت کرمان پیدا کرده بود. کلاس هشتم دبیرستان رو من در شیراز بودم، کلاس نهم رو در لار بودم. این سفرهای زیاد همطور طبیعتاً دوری از شهرهای بزرگ سبب شده بود که بیشتر به مطالعه، یعنی بچه بودم بیشتر مطالعه میکردم. سالهای 1120-21 اون موقع روزامه که در میامدن زمان قطعات ادبی و اینا اگر به خاطر داشته باشید رواج داشت، قطعات ادبی از لامارتین، شاتوبریان، از این حرف مرتب توش بود. پدر من نسبتا روشن بود، به من میگفت که اینها رو تو اگر حفظ کنی یا شعر فارسی من بابت هر کدومش به تو نمیدونم یه قرون یک تومن هرچی بود پول اون زمان میدم. در نتیجه من کارم این شده بود که اینها رو حفظ میکردم و براش میخوندم و اون به من جایزه میده. در نتیجه این کار طور شده بود که من به قدر انشام خوب شده بود که به شوخی بچه ها من گفتم دامارتین از این حرف هم. کشور در تب و تاب ملی شدن نفت 18 سالم آمدیم به تهران. تهران دیگه قیامت بود، روزنامه ها آزاد بودن، مطالب مختلفی می نوشتن. پدر من چون از خانواده های بوشهری بود که داستان های زیادی از اون زمان اشغال انگلیس ها و جنگی که ایلات جنوب و بوشهر اینها کرده بودن، این داستان ها بر من خیلی تعریف میکرد پدرم. این تمام داستانی که تعریف میکرد سبب شده بود که من از همون زمان دنبال مسئله بودم، دنبال خوندن بودم، دنبال اینکه چه اتفاقی داره میفته بودم. در اون زمان حزب توده قوی ترین حزب بود، مبارز سیاسی مفصلی داشت. خیلی راحت تمام جوانهایی که شیفته مبارز سیاسی بودن اصلا فکر میکردن میتونستن به جانب حزب توده سوق پیدا کنن و در واقع من سمپاتیزان حزب توده داشتم. البته خواهر بزرگم هم همینطور در تمام میتینگ های حزب توده، در تمام فعالیت های سازمان جمعی حزب توده در موقع مشغول فعالیت شد. من بیشتر کارم کار مطبوعاتی بود، اسمم چیز نبود چون حزب توده غیر قانونی بود دیگه. روزنامه هاشون به عنوان های دیگه در اومد و سازمان های علنیشون این روزنامه رو منتشر میکرد. روزنامه دانش آموز رو من در میان بردم و روزنامه کوچکی بود که تیراژ خیلی زیادی هم داشت، در اون موقع 30-40 هزار تا منتشر میشد و من یکی از کارام این بود. و بعد روزنامه جوانان دموکرات رو که اون واقع سازمان جوانان دموکرات بود که در واقع سازمان علنی سازمان جوانان حزب توده بود، در واقع بدون اینکه مثلا حزب توده واقعا در چه خطی هست، داره چه کار میکنه، یا من همیشه در دلم نسبت به مصدق احساس سمپاتی میکردم در حالی که وارد مثلا یک جریان شدم که داشت با مصدق مبارزه میکرد. اما تا اون موقع بر ما که بچه بودیم تمیز بین این و اون زیاد فرق نمیکرد. ما بیش از همه چی ملی‌گرا بودیم و ناسیونالیستای پرشور و فکر میکنم این بخشی از همونه. خاطره جالب دارم از روزای 25 تا 28 مرداد که روز 25 مرداد یه تظاهرات از طرف چپی ها شد در تهران. من نبودم تو تظاهرات ولی از چاپخونه داشتم میامدن. سر چهار ماه بالا دوره بگیر بگیر شد و دو تا پاسپورت منم گرفتن. حالا عصر روز 25 بنده تا روز 2 روز و نیم من تو کلانتری بودم. من یادم از وقتی آمدم بیرون
شهر رو نگاه کردم یه جور دیگه است. دو روز پیش سه روز پیش این تظاهرات این طرف رو دیدم که اومدم دیدم ای کامیونا با شعارهای طرفداری از شاه زنده باد شاه و اون ماجرا که هم به خاطر در انتخاب مرکن که اصلا نخندم در این دو روز نیم چه اتفاقی افتاده. وقتی که این اتفاقات افتاد و دیگه کودتا شد و بگیر و ببند و همه بشینن سر جاشون طبیعتا همه نشستیم تو خونه هم خواهر بزرگتر من البته در همون زمان یک سال بعد به زندون افتاد. شوهر خواهرم که از فعالین سازمان جوانان بود محکوم به 7 سال زندان شد و زندون شد گذراند. دایی‌های من که اونا البته تفتر مصدق بودن پانیرانی سرکومشون به نوبت تو زندان رفتن. پدر دایم بر میزد پیر شد و بینایت ناراحت بود، مادر ناراحت بود، ما اینا رو میدیدیم و دایم بیا و بگیر و کتاب های مکان و از ترس گرفتن و تعقیب و زندون افتادن دوای همش در حراس و ترس شدیدی به سر میبردیم و هم باعث شد که دیگه به طور طبیعی قضیه تمام بشه. سال بعد من بودم شده ادبیات دادم و قبول شدم که دیگه دور جدیدی در واقع در زندگی من شروع شد. فضا آروم شده بود، ما هم جوانای دیگه بالغ شده بودیم که دیگه سیاست گشته بودیم که کنار خواستیم زندگی کنیم و با چیزای جدیدی آشنا بشیم. استادای فوق‌العاده خوبی داشتیم، بهترین استادایی که اون موقع بودن، از جمله اونها دکتر یارشفت، دکتر صدیق، دکتر صدیقی. واقعا دانشگاه ادبیات اون موقع بهترین استادا رو داشت و چه لذتی ما بردیم از سر کلاس اینها رفتن. برای دیگه همه چیزای ادبی و فرهنگی بود واقعا. دیگه از سیاست به معنی هیچ خبری نبود، اصلا نبود. در هم زمان بود که من با کیهانم کارم شروع کردم، روزنامه کیهان، و یه مدتی خبرنگار هنریش بودم، مصاحبه میکردم. بعد کیهان فرهنگی در آمد، من مدیر داخلیش بودم، دکتر مصباح‌زاده از من دعوت کرد. واقعا اون موقع هرچی فکر میکنم نمیزم چیکار میخوام بکنم، ولی اداره کل اطلاعات در اون زمان اگه امتحانی گذاشته بودن تهیه کننده میخواستن. اولین بار بود که رادیو یک استاد آمریکایی، یک متخصص آمریکایی آمده بود، من امتحان شرکت کردم، شده اولم شدم. 1337 بود که وارد رادیو شدم و بعد یک کلاس برام گذاشتن در بیسیم پهلوی. این استاد آمریکایی چیز درس میداد، تهیه کنندگی و غیر و غیر و مثلا روحانی هم امنی سخن بر این ها و من به خاطر وارد کار شدم در رادیو. تسلط بر ادبیات فارسی و جنس صدایی متفاوت از گویندگان با سابقه ایرج گرگین را پیش شنوندگان رادیو به سرعت محبوب می کند. قبل از سفر به اروپا استودیوهای جدید رادیو ایران را با حضور والا حضرت شاه افتتاح فرمودند و اجرا کنندگان برنامه ها را مورد مرحمت قرار دادند. 1339 بود که جنرال تهران اون موقعی فرستنده بود که همتون موزیک پخش میکرد، چیز معینی نبود. من یه طرحی دادم و آقای معینیان هم تصویر کرد و اونم خیلی تشویق کرد برای رادیو جداگونه فرهنگی و خود من رو گذاشت مسئول این رادیو. من بلافاصله یک هیئتی رو دعوت کردم برای نخبه افراد اون ایام، فرخ قفاری، ابراهیم گلستان، سینمای ما رو فرخ قفاری میگفت و فریدون رهنما و اقتصاد اجتماعی دکتر نهاوندی بود. برنامه ادبیات عامیانه و چیز داشتیم دکتر محجوب، همه دیگه بودن. عملا خودشون برنامه اجرا میگفت. بله بله، اولین جلسه هم گردم میاد این رو دعوت کردم و اینی رو خواهش کردم که به تو جلسه. وقتی که اینها رو دید گل از گلش شکفت، برای اینکه اصلا عجیب بود که این همه نخبگان تمام
هنرها و فنون و ادبیات و غیره در یک جلسه در رادیو حضور داشته باشم. صدای شاعر. مثلا این برنامه صدای شاعر من شروع کردم، تمام شاعر تقریبا در زمان آمدن چند برنامه اجرا کردم. شعر امروز باید صاحب چه خصوصیاتی باشه؟ و به طور کلی صحبتمون رو از بحث درباره وضع شعر امروز شروع کنی. من خیلی از شما تشکر میکنم که گفتین شعر امروز و نگفتین شعر نو. چون درستم همینه، شعر نو کهنه نداره. رادیو من گویندگی میکردم، ترجمه میکردم، برنامه مینوشتم، پر تئاتر درست کردم، از 380 تا تئاتر ضبط کردیم، آثار کلاسیک رو اجرا میکردیم. در سیاره بعدی میخاره ای منزل داشت. میخاره ساکت پشت میزی نشسته بود و روی میز مجموعی از بطری‌های خالی و بطری‌های پر قرار داشت. اونجا چی کار میکنی؟ مشروب میخورم. چرا؟ که فراموش کنم. چی رو؟ که شرمندم. از چی؟ از این که مشروب میخورم. من اولین رپورتش کاخ مرمر که توضیح اسناد اصلاحات ارضی بود و اینها به این رایه ما یادم یه رپورتش پخش مستقیم داشت. آقای قره بود سلو فکر کنم وزیر در بودیه شد. خود من گفتم مثلا اعلی حضرت این کار رو میکنند. میمد در گوشم هم میگفت فهمید نه اعلی حضرت همایون شاهنشاه مثلا فرمودند یا فلان. گفتم و بعد همیشه من گفتم نه بابا جون آدم تو رفاق نمیتونه آدم بگه اینا قلابیه، اینا ملحق لغت. از یه طرف سعی میشد و خودش ها سعی میکرد از خودش چهره جدید به مردم بده، نه سلطان و ذل الله و فلانی حرفا. از طرف دیگه مثلا فرض کنید که یه همچه اتفاقاتی میفتاد دستگاه های مملکتی. همون موقع یادم یاد یک بار ساواک من احضار کرد که تو حالا گذشته چه بوده چی بوده حالا چه کار میکنی فلان این حرف. ما همه چی رو گفتم و گفتم من الان تو دستگاه مسئولی رادیو هم، شما چی این سوال رو چرا از من میکنی؟ آمدم یک استفاده نشتم دادم به معینی هم نشتم من ظاهرم مورد اعتماد نیستم و بنابراین با کارهایی که من دارم بهتر من این کارها رو نکنم. اونجا من گفت قضیه چی هست و گفتم آره گرفتم جون نامه رو پرو کرد گفت برو کار تو بکن. شما آدم ناراحت میشه دیگه و از اینکه احساس بکنه که مورد اعتماد نیست در حالی که بنده فرستنده دستم هست که اسباب تا اردم برنم پس میکنم و با شای مملکت میرم سفر و خودم بدونه که بهش اعتماد نرم رضا خیلی موسیقی بود. منطقه از اون به بعد من ناراحت شده بودم و دیگه احساس قریبی میکردم در اونجا. این اواخر خیلی دیگه کمتر میرفتم و کمتر کار میکردم، خیلی دلم میخواست فضا محیطم رو عوض کنم. ۱۳۴۶ تلویزیون کارشو شروع کرد. من احساس میکردم که گروهی که تلویزیون ملی رو درست کردن، یعنی آقای قطبی، سیرو صدایت، غفاری، اینها بعضیشون من میشناختم، نگم احساس میکردم که چیز توش شد یه افرادی آمدن که همه روشن فکرن و در واقع گرایشی هم که در تلویزیون دارم در آقای قطبی دیدم اینها یا روی خودم احساس میکردم که میخونه استقلال بیشتر یادم میتونست داشته باشه، لحن خبر فرق میکرد با وزارت اطلاعات. در نتیجه وقتی که تلویزیون ملی داشت تأسیس میشد منم آمدم و بلافاصله دیگه رادیو نرفتم و کارم رو در تلویزیون شروع کردم. تلویزیون ملی وقتی شروع شد و 300 برنامه درست شد و قسمت اصلیش و تاپش، یعنی اون چیزی که گل کرد و مردم شناختن تلویزیون رو، خبر بود. سیستم درست مد روز، من که تلویزیون ثابت مردم خبر نمیدیدم، کار کهنه وزارت اطلاعات و خبرگزاری پارس ازشون میرسید و میخوندن. ایرج گرگین چهره معروف اخبار تلویزیون میشود و در کنار تهیه و تولید برنامه مسئول روابط عمومی تلویزیون شده و مجله تماشا را منتشر می کند. مجله‌ای که در کنار انتشار زمان پخش برنامه های تلویزیونی و مطالبی درباره آنها به اندیشه، هنر و ادبیات هم می پردازد.
من یک سفر رفتم سوئد، اونجا انشالاتشون دیده بودم، تلویزیون روی مثلا بی بی سی آمده بودم دیده بودم، همه اینا رو دیده بودم، این مجله مثلا پرشن او ارتعیف اون موقع تو ذهنم ایست شبیه به اون بود. خب به زودی دیدم که اونقدر مایه نداره برنامه تلویزیون که بتونه اون طوری باشه، در اونجا شروع شد ادبیات و بحث و شعر و فلان این حرفا و شد یه مجله اصلا که افتاد روی خط دیگری. من همیشه دلم نمیخواسته مجله تماشا یک مجله سیاسی به اون معنا بشه، همیشه هم فکر میکردم که مثلا آقای قطبی همین نظر رو داره. آندره مارو در آغاز این قرن یعنی به سال 1901 در پاریس زاده شد. درباره نخستین سالهای زندگی او هیچ نمی‌دانیم، زیرا خودش همواره در این باره سکوت کرده است. یادها و رویاهای کودکی در ذهن او مقامی نیافته، زیرا او تنها به انسان بالغ ارج نهاده است. در کتاب وضع انسانی هنگامی که گیزور بر مرگ فرزندش می‌گوید، تلویزیون بعد همچون گفتن تا همه باید 45 نفری شروع شد و بعد از 2 ماه 3 ماه فکر میکنم تعداد به 200 نفر رسید. پشت این مانع همه کارشونو میکردم، فضای زنده بود، سالای اول فضای شادی بود، فضای جوونی بود. مدل سنی تلویزیون واقعا سالای اول زیر 25 و 26 و حد اکثر 30 بود، دست که جوون بود که با انرژی کارشون میکرد و فضای خیلی خوب بود. یه زمان رسید که من 3 تا 4 تا مسئولیت با هم داشتم. هم مدیر خبر تلویزیون بودم، هم مسئول رابط عمومی و انتشارات بودم در واقع. بعدش طرح شبکه ها رو درست کردیم و من شدم مسئول شبکه 2. تنها سال اول بود فکر میکنم، یه سال دوم شاید. 2 تا اتفاق افتاد که ما فهمیدیم که تلویزیون زیر محاکمه و چیز قرار گرفته. یکی پخش مراسم سالگرد تختی بود که فیلم خبریش پخش شد و این قیامت به پا کرد، و دیگر بازم سالگرد وفات آل احمد بود. آل احمد اون موقع بود که دیگه سال آخر که میدونید رسما جزو ممنوع القلم ها شمرده میشد، صحبت ازش درسته به نظر نمیرسید در اون سیستم دارد. هیچ کس نبود که فکر کنه این کار کار بدیست، کسی شیطونی نمیکرد، ولی چنین فشارا و چنین کاریایی بود که کم کم باعث می شود افرادی تشویق بشن حتی به شیطونی کردن در برنامه ها. به چه معنا؟ مثلا به برنامه که کومیدی ما دائم این گرفتاری رو داشتیم، اینو تمام گرایششون به این بود که سیخ بزنن به یکی از مقامات یا به یک کسی یا به چیزی یا یک چیزی رو تو لفافه بگیم. بیکاریم واسه شما شادی بیاریم، ما اگه شادی داشتیم واسه خودمون نگرش میداشتیم. ما آمدیم اینجا پول جمع کنیم. یکی نفر این حرف رو نزن روستایی شریف نجیب، این صحبت رو نکن. اوسیس چه میگویم؟ والا تمام چیزایی که تو تاکسی یادشون دادم دارن برعکس میگن. نکند غلطی به اونها گفته باشی در تاکسی، اینها دارن برخلاف مساره صحبت میکنن. والا اینا نمیتونن جواب بدن. سانسور که حاکم بود بر دستگاه ها و طبیعتا فشار میورد به تلویزیون، این رو تشویق میکنه. نگه کار به اینجا رسته بود که یک کارتون بود پینک پنتر پخش میشد از تلویزیون. گروهبان بدجوری عصبانی شده بود، نقشه دوبله شده بودش. گفت گروهبان احمد از ستاد ارتش نامه آمد که این توهین به گروهبان ما، گروهبان ما ناراحت میشن. در تمام مدت وجود تلویزیونم بود فلان فیلم چرا پخش شده، فلان چیز میشنیدیم، هرگز اینا به پایین کشیده نمیشد، برای اینکه واقعا آقای قطبی سپر بلای همه بود. شواهدی من دارم که علاسات راضی نبود از این قضیه، ولی میدونم تأثیرم میذاشترش. حتی مثلا به خاطر دارم یک بار یک سفر غرف شرقی رفته بودیم، من یه فیلم مستند ساختم همشه بعد سفره را که فیلم شد، یه فیلم میساختیم آفشتیم بر اون کشوری که سفر شده بود بهش یا تو آرشیف نگه میداشتیم. یه نریشنی من برای این فیلم نوشته بودم و خودم گفته بودم این فیلم رو برده بودن دربار نشون داده بودن،
اهل حضرت گفته بود آقا بولین بگیم تو هم از این حرفا میزنی مثلا فرسین، یعنی به نظر چیز داره حالت آفیشیل چیزون، یعنی حتی انتظار نداشت که مثلا شاید لقبی بیش از حد مثلا فرسین در اون فیلم بوده، یعنی میخوام بگم هر دو رو آدم میدید با این گرونی که الان واقعا ایجاد شده گوش تیکلی 22 تومن کار همه کسی نیست مگه اشخاص های مخصوصی بتونن گوش بخورن. داشتم مراجعه کردم اینجا گفتم گوش کیلو 18 تومن، گفتم مگه گوش کیلو 18 تومن ماشین نمیخرن به طور کلی. تو شبکه دو من مدیر خبر بودم، اصلا یه برنامه درست شد که میکروفون بردن و مردم حرفشون میزدن، یک بار بود که قرار بود گوشت گرون بشه، من تصمیم گرفتم یه رپورتاجی بدم تهیه بکنم و از وزیر کشاورزی وقتم دعوت کردم آمد در استودیو. اون موقع مدیر عامل تلویزیون سفر بود یه جایی بود و معاون سیاست تلویزیون بود که با این کار مخالف بود و احساس نگرانی میکرد از اینکه این برنامه ممکن اثر بدی داشته باشه. رپورتاج پخش کردن، رپورتاج بسیار شدیدی بود، تو جنوب شهر با مردم مصاحبه شده بود، حرفای بسیار شدیدی مردم زدن و بعدش من اینا رو پخش کردم، از وزیر کشاورزی خواستم جواب بدونم، حرفای خودش رو زد، سیاست دولت و اینها رو ادریس کرد. اون شب این برنامه فوق العاده صدا کرد، چیز خیلی بی سابقه بود و طوری شد که آقای حویده منو خواست داد و بیداد اینا که این حرفا چیه، پخش شد از تلویزیون و میخواستم تو رو بگیرن چنین چنان. حالا که گذشت و مواظب باشه. چند هست قیمتش؟ چه تفاوت قیمت داره؟ خیلی گرونه نسبت به قبل از این؟ نقضه یک کمی بهتر شده. خیلی گرونه؟ یعنی چقدر گرونه؟ این مال دو سال آخر بود و همون موقع میگفتن آقا این کارو نکن، سیاست حاکم رو تایید نمی‌کرد، اینها یه نوع گستاخی شمارده میشد، یک نوع خودسری به حساب میامد. در کل من با وجود همه اینها در همون زمان وقتی سفر میکردم به فرسین کشورهای آسیایی یا حتی ترکیه، از این ور شهر که مسافرت میکردم همیشه میدیدم که چه مقدار کنترل دستگاه دولتی روی وسیله مهم ارتباط جمعی مملکت کمتر از اون کشور دیگه است و اصلا این صحبتی که ما داشتیم نبود حقیقتش. اینا رو میخوام بگم که اینطوری است، ولی این معنی از این نمیشه که بگم که این ایراد هم بود، ولی آزادی که در اون زمان وجود داشت، یعنی آزادی هر چی اسمش بذاریم، اون اختیاراتی که دستگاه داشت و خود مدیران داشتن یا برنامه ریزان این دستگاه داشتن، از خیلی از این کشورهایی که از این طرف خودم میرفت در ایران بیشتر بود. این رو من خودم میدیدم قبل. بالاخره نوبت رادیو تلویزیون میرسه، رادیو تلویزیون که زیر فشار سرد لوله های مسلسل و تفنگ آدم های شاه در محیطی بسیار آرام در ظاهر و بسیار پرجوش و تپش در زیر خاکستر نفس نفس میزند و با وجود تمام کوشش ها آخر شهریور مهر 57 مسئول شبکه دوم بود. آقای قطبی در بگم شهریور 57 بود که از تلویزیون رفت، هم روز معروف هم رفتم تو خیابون و تماشا و مردم سرسد نقل و نبات اصله تقسیم میکردن، همه این رو شاید بود که برش دیگه لیست اخراجی ها و ممنون خروج ها و من هم دیگه تقریبا نیمه پنهان شدم، آفتابی نمی شدم، اونتون که در دو سال بعدش از راه مرز اومدم. سلام به ملت، درود به ملت و هرچه همبسته تر با شما ملت مبارز ایران. آخرین پسمانده های رادیو تلویزیون استبداد صبح امروز فرار کردند. ایرج گرگین دو سال بعد از انقلاب از ایران خارج می شود و برای سالها در کالیفرنیا زندگی می کند. او در سال 1377 برای راه اندازی بخش فارسی رادیو اروپای آزاد در جمهوری چک انتخاب می شود و برای سالها مدیر آنجا می ماند. ای مرغ سحر، چو این شب تار بگذاشت ز سر سیاه کاری و از نفحه روح بخش اسحار رفت از سر خفتگان خماری، بگشود گره ز زلف زرتار محبوبه نیلگون اماری، یزدان به کمال شد پدیدار و اهریمن زشت خوه ساری، یادار ز شمع مرده یادار.